سلام، به یکی دیگر از اخبار ناب کانال رنگارنگ خوش آمدید. کانال خودتان را سابسکرایب کنید و از بهترین های روز در افغانستان و جهان بهره مند گردید. همچنان زنگ آگاهی را نیز فشار بدهید. ادامه موشک پراگنی پاکستان، مسئولان امنیتی به مجلس فراخوانده شدند. اعتراض در کابل، افغانستان به خاطر حملات راکتی از پاکستان به سازمان ملل شکایت کرد. و متعرضین به دو دیوار سفارت پاکستان در کابل رنگ سرخ پاشیدند. منابع به بی بی سی میگوید که دولت افغانستان از راکت پراگنی های پاکستان بر ولایت مرزی کنر در شرق این کشور به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. یک منبع به بی بی سی گفته است که محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان این موضوع را امروز در یک جلسه پشت درهای بسته به پارلمان افغانستان گفته است. به گفته مقام های محلی کنر در سه روز اخیر بیش از 200 راکت به خاک افغانستان پرتاب شده که در نتیجه 8 غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخم برداشته اند. در پی حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت کنر در روزهای اخیر کمیته رؤسای مجلس نمایندگان افغانستان در نشست فوق‌العاده امروز سرپرست وزارت خارجه رئیس ستاد ارتش و معاون امنیت ملی را برای توضیح به این کمیته فراخوانده بود. جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. منابع به بی بی سی به نقل از آقای اتمر در جلسه گفتند که در اعتراض به این حرکت نظامیان پاکستان در روزهای گذشته سه بار مراتب اعتراضی افغانستان را به پاکستان در میان گذاشته اند و سفیر پاکستان در کابل به وزارت خارجه فراخوانده شده و جزئیات حملات نظامی پاکستانی را به شکل مستند و ویدیویی به تصاویر به او تحویل داده شده است. به گفته این منبع، آقای اتمر همچنین گفته که از این حملات به سازمان ملل شکایت کرده است. مقام‌های پاکستانی تا کنون به طور رسمی در مورد رویداد اخیر اظهاری نظری نکرده اند. به گفته همین منبع، یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش افغانستان نیز در این نشست تایید کرد که یک هیئت نظامی برای بررسی این حملات به کنر رفته است. آقای ضیا گفته که هر بار که خاک افغانستان از آن سوی مرز مورد حمله قرار می گیرد، نیروهای افغان را آماده برای پاسخدهی می کند. همچنین به گفته منبع معاون اداره امنیت ملی افغانستان در جلسه امروز گفته که گروه ها به او گفته که توریستی مثل لشکر طیبه، لشکر جنگجوی و جهیش محمد در منطقه مرزی کنر فعال هستند و اخیرا فعالیت های آنها بیشتر شده است. به گفته منبع بی بی سی، یک مقام افغان در جلسه گفته که مقام های پاکستانی به دولت افغانستان گفتند که حملات راکتی اخیر در پاسخ به حملات از داخل خاک افغانستان صورت گرفته که در نتیجه آن ادعا می شود که 4 غیر نظامی پاکستان از جمله یک زن در منطقه باجور کشته شده اند. در همین حال، شماری از اعضای حزب همبستگی ملی در کابل در اعتراض به حملات راکتی پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل تجمع کرده شعار سر دادند و به دیوار سفارت رنگ سرخ پاشیدند. موارد حملات راکتی از پاکستان به ولایت کنر در سالهای گذشته نیز بارها رخ داده است. مقام‌های پاکستانی گفتند که این گونه حملات در پاسخ به تحرکات شورشیان ضد پاکستانی بوده که ادعا می‌شود در خاک افغانستان فعالیت دارد. با این حال در پی موشک پراگنی نظامیان پاکستان بر بخش‌های از ولایت کنر، مجلس نمایندگان امروز مسئولان امنیتی کشور را برای پاسخگویی در این باره به مجلس فراخواند. اما مسئولان امنیتی و محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله که به مجلس حضور یافته بودند از پاسخ دادن به این باره در برابر رسانه ها خودداری کردند. چهارشنبه شب هفته گذشته نظامیان پاکستان و افغان در ولسوالی سرکانوی ولایت درگیر شدند و پس از آن نظامیان پاکستان بر بخش های این ولسوالی راکت پراگنی کردند. در این رویداد 8 غیر نظامی جان باخته و در حدود 10 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام های محلی در کنر، درگیری هنگامی آغاز یافت که نظامیان افغان جلو ساخت یک بازگاه نظامیان پاکستان را در افغانستان گرفتند. با این هم مقام های محلی در ولایت ننگرهار امروز گفتند که پاکستان یک دروازه را در خط دیورن در این ولایت ایجاد کرده اند. نمایندگان کنر در مجلس در گزارشی میگویند که نظامیان پاکستان تنها در یک سال گذشته بیش از 13,000 موشک به این ولایت پرتاب کردند که در این نتیجه موشک ها ده‌ها تن کشته و زخمی شده اند. این نمایندگان ادامه موشک پراگنی های نظامیان پاکستانی را وحشیانه توصیف کرده و حکومت را در برابر حقوق مردم به بی‌پروایی متهم ساختند.
نعمت الله کریاب یکی از نمایندگان گفته است که تا کنون 93 تن از مردم ما شهید شده اند. وجه مسافی نماینده دیگر نیز افزوده که بدبختانه نظامیان پاکستان در ولایت مادرکنر تاسیسات ایجاد کرده اند. شماری دیگر از نمایندگان در نشست امروز مسئولان نهادهای امنیتی دفاعی استخباراتی و نیز نامزد وزرا را امور خارجه را به کمکاری فساد و بی‌پروایی در برابر نظامیان و شهروندان متهم ساخته است. زهرا توخی نماینده مردم زابل در مجلس گفت که پیران را کشتن، جوانان را کشتن، حتی به زنان هم صرفه نکردند و به حکومت افغانستان این شرم است. خبرنگار می‌خواستند تا درباره اتهام‌های نمایندگان دیدگاه مسئولان امنیتی را نیز داشته باشند، اما مسئولان نهادهای امنیتی بیان که به این اتهام پاسخ بدهند شورای ملی را ترک کردند. این در حالی است که اعضای مجلس نمایندگان فردا در مورد رفتن یا نرفتن به رخصتی‌های تابستانیشان تصمیم می‌گیرند و نمایندگان مجلس پیشتر بدین باور بودند که تکلیف کابینه باید پیش از رفتن به رخصتی‌های تابستانی روشن شود، اما تعلل در معرفی نامزد وزرا سبب شد که هیئت اداره دوباره این موضوع را در آجندای نشست عمومی قرار بدهد تا دیدگاه نمایندگان را داشته باشند. برخی از اعضای مجلس میگویند که احتمال رفتن نمایندگان به رخصتی 1.5 ماه تابستانی از یکم اسد آغاز می شود و بیشتر است، زیرا حکومت هنوز نتوانسته که نامزد وزیران را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کنند. این در حالی است که اعضای مجلس نمایندگان در جریان حدود 4.5 ماه کاریشان توانستند پیرامون 12 سند تصمیم بگیرند. از این میان که یک فرمان تقنینی بودیجه وسط سال 8 سند بین المللی تایید و 2 فرمان دیگر ارگ ریاست جمهوری رد شده است. فیفا هرچند پیشرفت در کار مجلس نمایندگان را تحسین می کند، اما معتقد است که برخی از کاستی ها در کار مجلس هنوز برطرف نشده و این نهاد نتوانسته حکومت را وادار به پاسخگویی کند. معرفی نشدن نامزد وزیران و حکومت به مجلس نمایندگان را کلافه کرده و قرار است فردا پیرامون رفتن یا نرفتنشان به رخصتی تابستانی تصمیم بگیرند. اعضای مجلس از 2 ماه بدین سو بارها خواستار معرفی نامزد وزیران شده و حتی گفتگوها را با ارگ و سپیدار تنظیم کردند، اما برایند کار بر وقف خواسته هایشان نبوده است. حجت الله خیرتمند، معاون منشی مجلس نمایندگان، روز شنبه 28 سرطان به روزنامه 8 صبح گفت که قرار است بحث رخصتی های تابستانی مجلس در نشست عمومی مجلس مطرح شده و نمایندگان در مورد آن تصمیم بگیرند. این نشست قرار است روز دوشنبه 29 سرطان برگزار شود و آقای خیرتمند اما تصریح می کند که با توجه به کندی در معرفی نامزد وزیران احتمال دارد که مجلس رفتن به رخصتی های زمستانی را ترجیح دهد، زیرا به باور وی روند تهیه فهرست کابینه میان 2 سهامدار حکومت به گونه پیشرفته که نشانهای از معرفی نامزد وزیران در جریان روزهای آینده در آن تصور شدنی نیست. این در حالی است که نمایندگان بر اساس وظایف داخلی مجلس می توانند به رخصتی تابستانی رفته یا آن را به تأخیر بیاندازند. از سوی هم دارالانشای مجلس نمایندگان نتیجه کار مجلس را در جریان 4.5 ماه گذشته فهرست کرده است و رحیم الله غالب معاون امور پالیسی و مسلکی دارالانشای این مجلس گفت که اعضای مجلس در جریان این مدت 27 نشست عمومی برگزار کرده و توانسته در مورد 12 سند تقنینی تصمیم بگیرند. به گفته وی، یک فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر ایجاد وزارت دولت در امور شهدا و معلولان تایید و 2 فرمان دیگر پیرامون به میان آمدن اداره های امتحانات ملی و اداره نفت و گاز به عنوان اداره های مستقل رد شده است. همزمان با این مجلس 8 سند بین المللی را نیز تصدیق و بودیجه وسط سال را پس از یک بار رد و برای بار دوم تصویب کند. به گفته ای رحیم الله غالب، 80 سند تقنینی دیگر هنوز نیازمند تصویب مجلس است که کار روی آنها در کمیسیون ها همچنان ادامه دارد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا که از روند کاری مجلس نمایندگان نیز نظارت می کند، معتقد است که با وجود پیشرفت در کار مجلس کاستی های هنوز محسوس بوده و باید در آینده با آن پرداخته شود.
با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان و جهان بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید. تا ویدیوی بعد، پدرود.